الله يا الله مولانا يا الله، الله يا الله مولانا يا الله، الله 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 مولانا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. نماز شب 11 ماه مبارک رمضان که از امیر المؤمنان علی علیه السلام نقل شده از لحاظ کیفیت و ثواب اون، اما کیفیت اینطور حضرت می‌فرمان که 2 رکعت نماز هست در شب 11 ماه مبارک رمضان، آسون نماز امشب. خب این 2 رکعت چی خونده میشه بعد از حمدش؟ میفرمایند بعد از حمد سوره انا اعطیناک الکوثر 20 مرتبه خونده بشه. خب 2 رکعت نمازه بعد از حمدم، سوره انا اعطیناک الکوثر خیلی کوچیکه، وقت خیلی نمیگیره. 20 مرتبه بعد از هر حمدی که یعنی معنیش میشه که 40 مرتبه این نماز کیفیتش به این صورته. و اما ثوابش می‌فرماید نرسد به او در اون روز گناهی گرچه شیطان کوشش کند کوشش خود را. به این معنا که اون روز یعنی شب 11 که انسان موفق بشه این نماز رو بخونه، در روز 11 هرچی هم شیطان، یعنی ببینید این خاصیت نمازه که حضرت برامون بیانش میکنه، یعنی همون اثر ناخودآگاهی که نماز داره و با روح و روان انسان اثر میگذاره بر اون. حضرت میفرماید در اون روز خدا بهش یه حالتی میده که هرچی هم شیطان سعی بکنه اون را در اون روز در گناه بندازه، شیطان موفق نمیشه. اینطور خدا به انسان معنویت میده تا این حد که بتونه بر شیطان پیروز بشه. خودش شجاعت و شهامت میگن در این نیست که انسان بتونه یک پهلوان را به زمین بزنه، شجاعت شهامت در اینه که انسان بتونه شیطان را به زمین بزنه، بتونه نفس خودش را به خاک بمالونه. اینه که شجاعت داره. وقت انسانی که شب 11 انشاءالله این 2 رکعت نماز را به جا میاره، یه حمد و 20 مرتبه نعطیناک بعد از هر حمد در هر رکعتی، خدا بهش این معنویت و این قدرت معنوی را میده که شیطان نتونه او را در اون روز فریب بده انشاءالله تعالی. و اما دعای روز 11 از لحاظ کیفیت و همچنین ثواب، به روایت ابن عباس از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به این صورته. دعاش اللهم حبب الی فیه الاحسان و کره الی فیه الفسوق والعصیان و حرم علی فیه السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین. معناش این میشه خدایا در این روز از تو میخواهیم که محبوب کنی نزد ما چی را؟ احسان را، نیکوکاری را، به دیگران خوبی کردن را، اینو به ما محبوب بکنی. چون انسان تا یه چیزی یا علاقه و محبت نداشته باشه دنبالش نمیره، انجام نمیده. لذا از خدا میخواهیم که محبت، نیکوکاری، عمل خیر، خوبی به دیگران را برای ما محبوب قرار بده، مورد علاقه من قرار بده که انجام بدیم به آسانی. 1. 2 و کره الی فیه الفسوق والعصیان. خدایا از تو میخواییم که برای ما در این روز فسوق، یعنی از دین بیرون رفتن، فسوق میگیم، عصیانم معصیت کردن. خدایا از تو میخواییم در این روز که روز 11 ماه مبارک رمضان هست،
خروج از دین، از دین بیرون رفتن و معصیت تو را دشمن بداریم. خب یه چیزی هم که انسان دشمن بداره و علاقه ای بهش نداشته باشه حتما دوری میکنه. ببینید چقدر دعا زیبا هست که خود همین به ما میخواد تلقین کنه که انسانهای مؤمن باید شما اینجور باشید، اصلا کارهای نیکوکاری، کارهای منفعت عامه، کارهای خوبی به دیگران هم محبت داشته باشین، علاقه داشته باشین. از اون طرف هم کارهای زشت، کارهای بد، معصیت، بیدینی، اینا رو دشمن بداریم. اینجوری باید تربیت کنیم نفسمون را. و جمله بعدش و حرم علیه فیه سخط و نیران، که نتیجه اون دوتا میشه خدایا، یعنی خدایا حرام کن بر من چی را؟ غضب خودت را و جهنم خودت را بر من حرام کن. خب تا من خوبی انجام ندم، نیکوکار نباشم، تا دشمن با معصیت خدا و با نافرمانی خدا از دین بیرون رفتن نباشم، اون موجباتی که از غضب خدا و از جهنم قیامت در امان باشم فراهم نمیشه. بنابراین ببینید چقدر این دعاها زیباست. بعد میفرمایند که به عونک یا غیاث المستغیثین، به عونک یعنی به کمکت، به یاریت ای خدا، ای کسی که دادرس افراد بیچاره هستی، یعنی باز هم خدایا به کرمت، خدایا به کمکت، این دعایی که ما کردیم مستجاب گردن، ما مستحق نیستیم. این دعاست کیفیتش. و اما ثوابش می‌فرماید هر که روز 11 این دعا را بخواند برای او نوشته می‌شد یک حج قبول شده با پیغمبر صلی الله علیه و آله. یک حج که همراه پیغمبر انسان باشه چقدر ثواب داره. دو و یک عمره قبول شده با اهل بیت حضرت، یه عمره ای که انسان در خدمت آقا امام زمان سلام الله علیه باشه، اینقدر ثواب برش می نویسن. سه و هر حجی که با رسول خدا باشد برابر با 70,000 حج با غیر از رسول خداست، و هر عمره ای که با اهل بیت باشد معادل با 70,000 عمره است با غیر از اهل بیت. یعنی دو مطلب بود، یکی این که ثواب یک حج همراه پیغمبر که می‌فرماید ثواب حج همراه پیغمبر این 70,000 حج برابری میکنه که با غیر پیغمبر باشه، و همچنین عمره با اهل بیت برابری میکنه با 70,000 عمره. اینقدر یعنی ثواب خدا در نامه اعمال اون شخصی که این دعا را روز 11 میخونه ثبت و ضبط میکنه. و اما ثواب روزه روز 11 باز این روایتش از ابن عباس از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله که میفرمایند هر که روز 11 را روزه بداره خدای متعال از برای او ثواب 4 حج و 4 عمره، که هر حجی با نبی از انبیا بوده و هر عمره‌ای با صدیقی یا شهیدی بوده باشد بنویسد. یعنی ثواب روز 11 عبارت شد از این که 4 حج، اون هم با یک نبی از انبیا، مثلا با پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله، که 70,000 برابری میکنه با حج غیر از او، و همچنین 4 عمره با هر عمره با صدیقی. صدیق عرض کردیم یعنی معصوم، یعنی با یکی از اهل بیت سلام الله علیهم، که باز برابری میکنه با 70,000 عمره ای که انسان با غیر از معصوم، غیر از اهل بیت انجام بده. خدا انشاءالله نصیب ما این ثواب هایی که گفته شد قرار بده، ما رو محروم نکنه و از ما قبول کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ووفقنا 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 لصوم الصائمين.